مشکلات همانند کودکی هستند که با رسیدگی مهار می شوند. درس 8. از غرغر کردن پرهیز کنید. زمانی که فردی در مورد مشکلات و گرفتاری هایش شکایت می کند، چه احساسی می کنید؟ آیا این امر موجب کاهش انرژی نمی شود؟ حقیقت این است که هیچ فردی دوست ندارد با فردی شاکی معاشرت کند، مگر اینکه خود آن شخص نیز همانند او به گله و شکایت بپردازد. البته همه ما در بعضی مواقع احساس نارضایتی می کنیم. مسئله مهم این است چه مواقعی به گله و شکایت می پردازید. اگر از گله و شکایت بسیار زیاد خود نگران هستید، می توانید از دوستان، آشنایان یا همکاران خود بخواهید. آنها شما را راهنمایی خواهند کرد. زمانی که در مورد واژه شکایت کردن صحبت می کنیم، منظور من آن دسته از افرادی نیستند که سعی دارند برای حل مشکلات شما به دنبال راه چاره باشند. این روش تأثیرگذار و سودمند است. البته منظور من آن دسته از موقعیت‌هایی نیست که سعی دارید آخرین تجربیاتتان را در اختیار دوستان یا آشنایان خود قرار دهید. با این وجود بخشی از وظایف ما انسان‌ها این است که تجربیات خود را با یکدیگر سهیم شویم و از یکدیگر پشتیبانی کنیم. احساس بیچارگی مانند اسیدی است که از درون موجب نابودی خوشبختی می شود. هیچ کس دوست ندارد دردها و ناراحتی‌های شما را بشنود. شاید چند مثال ساده در مورد انواع شکایت کردن باعث شود موضوع را بهتر درک کنید. یکی از رایج‌ترین نوع شکایت موضوع مریض شدن است. مثال‌های رایج در این بخش از این قرارند: این کمردرد مرا از پای درآورده است. من سردرد شدیدی دارم. بدتر از همه این که بعضی از افراد جزئیات وحشتناک بیماری خود را نیز بازگو می کنند. از این قبیل: مایع سبز رنگ از من بیرون ریخته بود. آیا این کار تعب‌آور نیست؟ اجازه دهید در این رابطه کمی بیشتر توضیح دهم. اگر شکم درد داشته باشید، من چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟ من که پزشک نیستم. اگر مشکل پزشکی دارید به دکتر مراجعه کنید. مهمتر این که چرا این مشکل را با من در میان می‌گذارید؟ احتمالاً به همدردی نیاز دارید، اما این کار شما باعث تضعیف روحیه من و بیشتر شدن ناراحتی شما می‌شود. صحبت کردن در مورد درد و ناراحتی چیزی را تغییر نمی‌دهد، فقط موجب می‌شود افراد اطرافیانتان از شما فاصله بگیرند. زمانی که موضوع گله و شکایت از بیماری مطرح می شود، قاعده تشدید چهره پلید خود را نمایان می سازد. در این قسمت چگونگی ایجاد این قاعده را توضیح می دهید. شما در رابطه با دردی که به واسطه بیماری آنفولانزا داشتید با دوست خود صحبت می کنید. دوست شما حرفتان را قطع کرد و می گوید: فکر می‌کنید شما بیماری دردناکی را سپری کردید؟ زمانی که به بیماری آنفولانزا دچار شده بودم، دمای بدنم تا 42 درجه بالا رفته بود و باید هر چه سریع‌تر به بیمارستان می‌رفتم. نزدیک بود جان خود را از دست دهم. یا اینکه ممکن است با دوست خود در رابطه با کمردرد یا پادردتان صحبت کنید. در عرض چند لحظه همان فرد در رابطه با دردهای پا و کمر خود صحبت می کند. افراد شاکی عاشق این نوع بازی ها هستند. درد آنها همیشه بدتر از درد دیگران است. اجازه ندهید هوای بارانی بر شما غلبه کند. شکایت دیگری که از جانب بعضی از افراد دیده می شود، شکایت در مورد اوضاع آب و هواست. وقتی هوا بارانی است، افراد می گویند: چه روز بدی شده؟ چرا هوای مرطوب موجب شده روز من خراب شود؟ زمانی که فردی چنین حرفی
به زنه در پاسخ به او میگویم هوا بارانی است اما روز بسیار خوبی است. زمانی که هوای بارانی را به روزی بد و وحشتناک نسبت میدهید موجب میشود که در موقعیت منفی قرار گیرید. در نتیجه شکایت شما در مورد آب و هوا شرایط را تغییر نخواهد داد. در واقع شکایت در مورد این گونه مسائل فقط باعث ناراحتی خودتان می شود، زیرا شما کنترلی روی این امور ندارید و این وضعیت تأثیر چشمگیری در زندگیتان ندارد. در نهایت گله و شکایت های بی اهمیتی وجود دارد، از قبیل پیشخدمت هنوز برای گرفتن سفارش نیامده، پنجره دفتر کار از پنجره دفتر من بزرگتر است. ما نباید درگیر این مسائل بی اهمیت شویم، زیرا سرشار از چالش های بسیار سخت و مشکل است. زمانی که درگیر مسائل بی اهمیت می شوید، در واقع در حال لطمه زدن به خودتان هستید. اگر من کارمند یا اعضای تیم شما باشم، بابت این نگران هستم که اگر مشکل اساسی به وجود آید، واکنش شما چه خواهد بود؟ راز خوشبختی این است که در زمان شنیدن مشکلات دیگران، نعمت‌های موجود در زندگی خود را به یاد آورید. شکایت او دلیل و علت داشت. چند وقت پیش در اتاق کار خود نشسته بودم و درباره بعضی از مسائل و طرح‌هایی که به خوبی پیش نمی‌رفت فکر می‌کردم. این مسائل و مشکلات کارهای روزمره‌ای بود که با نتیجه مورد انتظار من پیش نمی رفتند. در نتیجه اعتراف می کنم که کمی از این بابت شاکی شده بودم. سپس پدرو وارد اتاق شد. پدرو حدوداً 20 ساله است و مدت 6 سال می شود که از هندوراس به اینجا آمده است. او در شرکت خدماتی کار می کند. پدرو یکی از مثبت اندیش‌ترین افرادی است که تاکنون ملاقات کردم. او همیشه لبخند به لب دارد. در آن روز از پدرو در رابطه با طوفان میچ و خرابی‌هایی که به سرزمین او وارد شده بود سوال کردم. با گفتن این موضوع خنده از صورت او رخت بربست. او در مورد خرابی‌ها و جان باختن هزاران نفر که بر اثر طوفان به وجود آمده بود صحبت کرد. او گفت که در این حادثه هزاران نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 1 میلیون نفر بی خانمان شدند. پدرو اظهار داشت که پدر، مادر و برادرش هنوز در هندوراس ساکن هستند و او نمی داند که آیا آنها زنده‌اند یا اینکه جان خود را از دست دادند. هیچ راهی وجود ندارد که بتواند با آنها تماس برقرار کند. تمامی راه‌های ارتباطی مسدود شده ام. پدرو احضار داشت که تمام مدت به خانواده‌اش می‌اندیشد. آیا می‌توانید تصور کنید که قادر باشید رنج حاصل از بی‌خبری از خانواده خود را تحمل کنید؟ سپس پدرو در رابطه با کارهایی که برای کمک به مردم هندوراس انجام داده بود صحبت کرد. او برای کمک به آنها پول، لباس و دیگر مایحتاج ضروری جمع‌آوری کرده بود. او به صورت فعال با ارگان‌های امداد و نجات همکاری می‌کرد. به جای اینکه در مورد مشکل به وجود آمده زانی غم بغل کند، هر کاری که برای تسکین درد خود لازم بود انجام می‌داد. بعد از اینکه با پدرو صحبت کردم، متوجه شدم که مشکلات من چقدر جزئی هستند و چقدر خوش اقبال هستم. بنابراین دست از گله و شکایت برداشتم و مابقی روز را با انرژی احیا شده و نگرشی بهتر ادامه دادم. چند هفته بعد دوباره پدرو را ملاقات کردم و طبق معمول لبخند به لب داشت و خبر خوب این بود که تمام اعضای خانواده‌اش زنده بودند. خبر بعد این بود که آنها تمام زندگی خود را به خاطر این حادثه از دست داده بودند و در حال حاضر در پناهگاه زندگی می کردند. آب قابل شرب کمیاب شده بود و بیماری شیوع پیدا کرده بود. درک این موضوع بسیار مشکل است که تمام زندگی خود را از دست بدهیم و مجبور باشیم تحت شرایط سخت و دشوار از نو شروع کنیم.
آیا شما می توانید؟ بدون شک همینطور است. پدرو دلایل زیادی دارد که در رابطه با بدشانسی و اتفاق ناگوار خود شکایت کند، اما او این کار را انجام نداد. او تشخیص داد که گله و شکایت فقط وقت و انرژی او را هدر می دهد. پدرو، از تو سپاسگزارم که به من یادآوری کردی که شکایت کردن راه حل مناسبی برای رویارویی با چالش‌های زندگی نیست. به جای اینکه به بدبختی‌های گذشته خود که خیلی کم هستند فکر کنید، روی موهبت‌هایی که در حال حاضر دارید متمرکز شوید. نعمت‌هایی که به وفور میان افراد دیده می‌شود. همه چیز را سر جای خود قرار دهید. تجربه ارزشمند دیگری در رابطه با پدرو وجود دارد و آن اهمیت قرار دادن امور سر جای خودش است. طی سالها مطالعه متوجه شدم که افراد شاکی فاقد اصول دوراندیشی هستند. آنها تمایل دارند روشی نامناسب را برای حل مشکل خود پیدا کنند. افراد مثبت‌اندیش که دارای نگرشی عالی هستند ترجیح می دهند چیزی را انتخاب کنند که در زندگی ضروری و مهم است. تعریف واژه دوراندیشی در فرهنگ لغت این است: توانایی درک امور و قرار دادن آنها در جایگاه مناسب. در مورد افرادی که می شناسید بیاندیشید. آیا در اطراف خود دوستی دارید که به خاطر پنچر شدن لاستیک ماشینش ناراحت شده باشد؟ و آیا از آشنایان خود کسانی هستند که به خاطر مشاجره‌ای که در تدارکات عروسی به وجود آمده بود ارتباط کمی با اعضای خانواده داشته باشند؟ کاملا مشخص است که این دسته از افراد فاقد دیدگاه اهمیت مناسب امور هستند. فکر می کنم بتوانم از تجارب ادی مطالبی را بیاموزیم. ادی کسی بود که به علت گم شدن در اقیانوس به مدت 21 روز در قایق کوچکی زندگی کرده بود. ادی بعد از نجات یافتن از این آزمون سخت اظهار داشت: اگر غذا و آب مناسب در اختیار داشته باشید، به هیچ عنوان نباید از زندگی خود شاکی باشید. اجازه دهید موهبت‌های ارزشمند را که از بابت داشتن آنها بسیار شکرگزار هستم در اختیارتان قرار دهم. 1. من در سلامت کامل به سر می‌برم. 2. دلورس در سلامت کامل به سر می‌برد. 3. ما صاحب خانه هستیم. 4. ما غذای کافی برای خوردن و آب سالم برای نوشیدن داریم. 5. ما در ایالات متحده زندگی می کنیم و از آزادی لذت می بریم. 6. من عاشق کارم هستم. 7. من به مسافرت می روم، با مردم فوق‌العاده آشنا می شوم. 8. من دوستان وفادار زیادی دارم. 9. من ارتباط عمیقی با خداوند دارم. اینها تنها جزئی از موهبت‌های موجود در زندگی من هستند. اما گاهی اوقات با وجود داشتن چنین نعمت‌هایی زمانی فرا می‌رسد که آنها را حق مسلم خودم می‌دانم. اما آموختم تا به این موهبت‌ها دلبستگی پیدا نکنم. و این کار موجب می شود تا نگرش خود را قوی تر کرده و در مسیر درست قرار گیرم. بنابراین دلیل گله و شکایت شما چه بود؟ آیا آنها واقعا مهم و ضروری بودند؟ بار دیگری که دچار این مشکل شده و در مورد ناراحتی ایجاد شده شکایت کردید، یک قلم و کاغذ بردارید و تمام دلایلی که موجب می شود شکرگزار باشید را بنویسید. می توانم به جرأت بگویم که این کار باعث می شود بر شکایت و گله کردن خود غلبه کنید.
منشأ خبرهای خوب و مثبت باشید. سعی کنید همیشه تعادل را رعایت کنید. منبع اخبار مثبت باشید. منظور من این نیست که تمامی مشکلات زندگی خود را نادیده بگیرید، اما به جای گله و شکایت می توانید با انرژی و نگرش مثبت به دنبال راه چاره‌ای برای حل مشکلات خود باشید. برای مثال ممکن است کمی احساس خستگی کنید. به جای اینکه احساس خستگی خود را برای دیگران بازگو کنید، سعی کنید با اندکی سعی و تلاش شبها کمی زودتر بخوابید. مرور مطالب: شکایت و گله کردن به سه طریق تأثیر بدی روی شما می‌گذارد. اول از همه اینکه هیچ فردی تمایل ندارد در مورد بیماری و مشکلات شما چیزی بشنود. دوم اینکه شکایت و اعتراض درد و ناراحتی خودتان را افزایش می‌دهد. بنابراین چرا با مرور خاطرات منفی اوقات خود را تلخ می‌کنید؟ سوم اینکه اعتراض کردن هیچ سودی برای شما به دنبال ندارد، فقط مانعی در بهبود شرایط است. گفته می شود که 90% از افراد نسبت به مشکلات شما بی توجه هستند و آن 10% دیگر از دیدن مشکلات شما خوشحال هستند. همه ما می توانیم میزان شکایات خود را کاهش دهیم. باید از همین حالا این کار را شروع کنیم و دیگران را نیز تشویق کنیم. شادی و نشاط نزد افرادی است که شکایت و اعتراض نمی کنند، افرادی که مثبت اندیش هستند. به این افراد ملحق شوید. در نتیجه زمانی که با دوستان و آشنایان خود برخورد کنید، از شما فاصله نمی گیرند.